لاش به دست گله ها نترس رکار بس به آسمون شفیه هم بری نمس علی 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 از خونی زیابوشم هم خونی زیابوشم از خونی زیابوشم هم خونی زیابوشم از جامه سفیدانم هر جامه نمی پوشم از جامه سفیدانم هر جامه نمی پوشم هم ساری عوض ساریم هم آتشی زردوشم هم ساری عوض ساریم هم آتشی زردوشم ما آتش زردوشتی ناکشتنمه. امروز روز شادی، روز نشاط و بازی، جشن است و جشن است و جشن و شادی. بازی کنید، بازی. امروز سرزمین آریایی ما با عشق و مهر و شادی، با رنگ و زیبایی به نبرد سیاهی و تباهی رفته است و بیشک در این نبرد این بار به سان هزاران هزار بار دیگر در تاریخ کهنسال 7700 ساله تمدن آریایی پیروز خواهد شد. تا کنون هم شما پیروز شد. شما ببینید وقتی سلحشورانه به میدان میایید، حتی دشمنان خودتون رو که ایرانی هستن بیدار، حتی دشمنان خودتون که تو سرزمین شما اومدن اشغالگر هستند رو اگر صداقت، مردانگی، جوانمردی، زنانگی داشته باشن روشن. اون اوائلی که تازیان به ایران تاختن، صدر اسلام به قول خودشون سپاه که میرفتن اونطور قتل عام میکرد، برخی از این آدماشون که هم سپاهی بودن هم یه شعور و فرهنگی داشتن، وقتی به تمدن ایران می رسیدن سر تعظیم فرود می آوردن و تسلیم تمدن فرهنگ ایرانی آریایی می شدن. حتی زمان اسکندر هم اتفاق افتاد. وقتی زمان اسکندر فلاسفه بهش گفتن بریم اونجا رو بگیریم و اینا، بعد ننش هم یعنی مادر اسکندر گفت تو شاهزاده ایرانی هستی، چون مادرش پیش از این هم در شاهنامه آمده و هم من در آیین میترا این رو نوشتم، در کتاب من با خدا رقصیدم این رو نوشتم که فلیپ میگیره مادر الکساندر رو و زنش میشه، ولی وقتی زنش میشه حامله است، حامله است. این قضیه حتی عیسی و یوسف و اسحاق و الیزابت و اینها، اینا قصه های تکراری ریست که در تاریخ وجود داشته و همیشه هم نقش داشته، تأثیرگذار بوده. مادرش که مادر الکساندر تن فروش بوده است و به هر حال چون زیبایی غربی داشته با پادشاه ایران همخوابه میشه و بعد به هر حال برمیگرده به سرزمین خودش و اونجا این فرزند رو بهش میگه تو فرزند خورشید هستی، تو فرزند نور هستی. در گوشی هم بهش میگه تو فرزند شاه ایرانی. اینجاست که حمله میکنه به ایران. وقتی حمله میکنه به ایران، فلاسفه هم تشویقش کردن، این میگه من وقتی اومدم فکر کردم این مردم وحشی فلان، مثل ما توی تو چادر خیمه توی اون مقدونی و اینا زندگی میکردیم، دیدم نه بابا اینا عجب آدمای متمدنی هستن، با فرهنگ هستن، دانشگاه دارن، چه دارن چه دارن. تسلیم تمدن ایرانی میشه و زن آریایی میگیره. حال بگذاریم که الان فیلمی هم که الکساندر رو درست کردن که این هنرمند مشهور بازی میکنه و این فروهر اولش میاد و آخرش میاد، یعنی در این گام مرگ یا الکساندر، فروهر رنگی سرنگ. سرنگ کار دختر منه، اینو شیوا مورگان که خردسال بود ازش خواستم که رنگ بکنه، رنگ کرد این فروهر رو. اون موقع تازه اینترنت مد شده بود و
کمتر کسی داشت امکاناتش رو، ولی خب ما چون اصلا مبتدا، خلاصه این فرور خیلی این فرور که پخش شد یه بار از ما خواست اون که این ازش استفاده کنه. من نمیدونستم کیه چیه مال چه فیلمی، دیدم یه فیلمسازی امریکایی، فوراً اجازه دادم، پروانه دادم. اون فرور اول آخر فیلم الکساندر میاد رنگی است، یعنی اینطوری حتی فیلم ساخته میشه بعد از سالها. چرا؟ چون تحت تأثیر فرهنگ ایرانی همیشه بودن. این که سالهاست ما میگیم که دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم، برای اینه امروز هم فرزندان دلیر سرزمین آریایی، خصوصا دختران، اول پسر و پشت سر دختران اومدن دارن به رهایی ایران میاندیشن. حالا این تحت تأثیر فرهنگ ما قرار گرفتن همه جا بوده، همه جا بوده. همین هنوکی که الان جشنش هست درشید، هنوکی که جشن نور اسمش هست، لومیر و شمع برافروختن و اینها، همون شب یلدا و جشن سده ماست. جشن سده، جشن کشف آتش توسط هوش و هنگ، هوشنگ، پادشاهی که با هوش است و با هنگ، هوشنگ، آتش کشف میکنه در جشن سده. هنوکی یادگار اون موقع است. چون بارها گفتم، بازم میگم، تاکید میکنم، به صلح جهانی خدمت میکنه این که یهودی ها از ریشه ایرانی هستن و یهودی ها ایرانی هستن. خوب و بد همه جای دنیا داره، بدتر از ما ایرانی ها بعضی وقتا در دنیا وجود نداره. به خاطر همین، به خاطر این چیزی کارها نبایستین یهودی ستیزی در جهان به ویژه در میان ایرانیان رشد پیدا بکنه. اینها فرزندان سرزمین ما هستند، یهودی ها، و جشن هاشون همه جشن های آریایی ایرانی است و برگرفته از فرهنگ کهن اوستایی. این روشن شد. حالا اسلام، بعد شما ببینید، شما همیشه جشن های ایرانی آریایی 1524 بار گفتم، یه بار دیگه هم بگم، وقتی شما ببینید یک تغییراتی داره، مثلا نوئل میشه 25 مالوی ما جشن یلدا، یعنی همون نوئل تولد میترا، 21 هست، 4 روز اختلاف داره، بعضی وقتا مال هنوکی نام هی میچرخی 10 روز 7 روز یه هفته اختلاف داره، و جشن های دیگه شون پساح با باک که همون 13 به دره و غیره. این دلیلش سنجشه و محاسبه تقویم قمری، یعنی ماه و خورشیدی است، شمسی است. این عربا برای همینی که نمیتونن از تاریخ خودشون استفاده کنن، چون قمری همیشه رقصانه، محرمشون یه بار تابستون، یه بار زمستون، یه بار پاییز، یه بار بهار، اصلا نمیتونن اول بگن جشن سال نو محرم، کی نمیشه که، ثابت نیست هنوز. بعد از 1400 سال این عقلشون نرسیده که 4 تا آدم پیدا کنن که ثابت کنه تقویم رو، مثل که ایرانی ها کردن از قدیم، از هنگامی که میترا میاد اصلا تقویم رو میآفرینه. آفریننده تقویم در جهان میتراست، در آیین میترا و کتابای دیگه شرط دادم، ولی همه اینها الان در من با خدا رقصیدم هست. چون من با خدا رقصیدم، تقریبا 10 تا 11 تا از کتابهای من درش جمع آوری شده. اونجاست که ما میگیم که اصلا حتی به زبان فرانسه هم دارم، به زبان فرانسه هم انسی پارل زراتوستخا این گونه سخن گفته است، زرتشتها و یا میترا نور جهان، اینها رو اونجا هم شرح دادیم. با که عرض کنم خدمتتون که با درستی بایستی بدانیم که نور نقش مهم و مؤثری در هستی داشته و داره، و این نور و روشنایی به همه جا هم و به همه ادیان هم سرایت کرده. حالا ادیان آریایی که دوالیته داره، یعنی دوگانگی است، جدایی توان اهریمن از اهورامزدا است. بعضی اومدن اینو با هم متحدش کردن که اصلا متحد نشده تا حالا، تا حالا هم کارساز نبوده، تا حالا هم جلوگیری از جنگ ها که نکرده، همیشه جنگ آفرین هم بوده. حالا این فرهنگ و فلسفه و تمدن آریایی ایرانی رو همیشه دشمن سر تعظیم فرود آورد. همون صدر اسلام که به ایران خالد ابن ولید حمله میکنه و قتل عام های بسیاری رو میشه و دانشگاه ها آتش زده میشه و غیره، همون موقع، عزیزان من، همون موقع بسیاری از این آدم های باشعور عرب، ببین ما با کلیات عرب که مخالف نیستیم که، او خراش، ما اونه که کل خرن، خرم بهتون گفتم، بارکش میکنه، بارکشی میکنه، حمالی میکنه، هر جا بخوان میکشنش میبرنش و بالایی ها. حالا اومدن اینا زرتشتی شدن، از
حتی در فیلم هایی که ساختن اینها، فیلم هایی که امام علی و دیگران ساختن به نمایش گذاشته، ولی ما که تاریخدان و تاریخخوان هستیم و کتب تاریخی رو چندین هزار صفحه شو خوندیم جدا از اینکه در مدارس دانشگاه ها تحصیل کردیم، اونجا میبینید که خیلی ها سر تعظیم که فرود میارن هیچ به آیین ما نیز میگروند. مهربان یاران، این است که ما همیشه این باد و عشق و مهر آریایی رفته تسخیر کرده قلب دشمنان را. حال امروز الان جشن و شادی اصلی ترین اساسی است که میتونه به انسان روحیه بده. بهترین دارو، بهترین دوا برای کسانی که دپرسیون نروز دارن، یعنی عصبی میشن، عصبی هستن، اینا رقص و جشن و شادی است. و موزیک شاد بذارید، یه رقص شاد بکنید، یک فیلم خنده‌دار تماشا بکنید، برید یه جایی بخندید، می‌بینید همه چیز فرق می‌کنه. شادی خیلی مهمه. این سالنامه آریایی میترایی رو که ما 40 سال در میاریم، در 50 و خورده‌ای صفحه‌اش، چون هر صفحه یک هفته رو داره، ما همیشه اون پایینش یک کلمات قصاری نوشتیم که هر کلمش به قول یکی این اساتید بزرگ ما که روان شاد دیگه با ما نیست، میگفت سیاوش اوستین هر خطی از این کلمات کوتاه، جملات کوتاه میگن قصار، کلمات و قصار، خودش یک کتابه، خودش یک. از جمله همین ارزش دادن به زن آریایی ایرانی بود از اون ابتدا. زنی رو که کتک میزدن بچه هاشون و خواهرهاشون، همین تو پاریس من شاهد بودم، مثلا اون 40 سال پیش داداشه دختر خودش میاد، خواهر خودش میآورد اینجا که درس بخونه، فرام کن تا خواهرش میاد بیرون، تو دانشگاه یک دوستا میکرد، این خواهر رو میزد از خونه بیرون میکرد. بارها این اتفاق داد. من اون موقع همیشه مهر یزدان پاک با من بود که خب دوستان توجه داشتن به عرایزی بنده. مثلا دو سه مورد بود که پیش اومد باهاش صحبت کردم، گفت آقا تو که مارکسیست، تو که کمونیست، تو که چپی، تو که دین نداری، این خواهرت که حالا رفته یه دوستی پسر گرفته، تو دوستی بذاری تو ما بوش خب تو کتن بابا اون دوستی پسر همون زنشه، شوهرن اینا، تا موقعی که با هم زندگی میتونن بکنن باید بکنن. زن شوهر عقد خوندن و خطبه خوندن که تازی همونجا بود که من این به فکر اومد که عقد آریایی رو مد کنم، اقداریون رو متکنم که آقا ازدواج اصلا یعنی چی؟ ازدواج چه خرید و فروش نیست که تو زن رو بگی خریدم، این مال زن من، زنم، زنمه، مال منه، این ماشین مال منه، این خونه مال منه، این آپارتمانم مال منه، این گاو و شتر خرم مال منه، این زنم مال منه. توهین میکردم به زن ایرانی آریایی. خوشبختانه این نسل نوعی که اومد، این نسل جدید، این نسل 2010ها، نسلی که 7750 به بعد یا 7761 هستیم، اونهایی که 7700 به بعد این اومدن بچه های این نسل، نسلیه که زد تو دهن همه، همه رو نابود کرد، تمام اون رسوبات خشک گذشته رو از بین برد. این نسل شد که رهایی رو فریاد میکنه و آزادی رو نوید میاره و بدون شک ما رنگ آزادی رو خواهیم دید با مهر دختران آریایی. بعد شادی خیلی جالبه. این رژیم جمهوری اسلامی که یک رژیم وابسته به اقتصاد جهانی هست و یک رژیم استعماری هست که خودش نیست، خیلی وقت میان به دادش بریزن، یک کارایی میکنن در سطح جهانی که نگهش دارن. بهترین گاویست که داره بهترین شیر رو 44 ساله به جهان میده، به چپ و راست هم داره میده، فرق نمیکنه. حالا این بعضی وقتا یه کارایی که اینا میکنن، اینا میزنن یکی رو ترور میکنن، میزنن یکی رو میکشن، یه کاری فرام میکنن، یهو میخوان جلو اون قضیه رو بگیرن، یه سرصدای ملی میهنی را میفته، میخوان جلو رو بگیرن، خاموش کنن و خبره، میان یه خبر خودشون میسازن، میان یه خبر. داریوش مهرجویی رو ترور میکنن، میکشن، یهو جنجال اینا را میفته. من از یه ماه قبل، دو ماه قبل بهتون خبر میدم که اینا یه کلک الان سوال میکنن که اونو ببندن و چرا میان گلپا رو از بیان بر میدارن. گلپا یهو عزیز من، عشق من، رفیق 40 ساله من، از جهان میبرنش، داریوش مهرجویی رو فراموش میکنن و گلپای عزیز رو بدرقه میکنن.
شما بشمار تو این 44 سال همینجور قبل 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 تا میرسی بیا ها، همه این آخری رو دارم بهت میگم. بعد یهو یه دختری که بچه هاشو من وقتی این سالنامه آریای میترایی رو میبینم، میبینم که استاد امیر هوشنگ عاملی سروده برای این بانو سرود و یکی برای من فرستاد. اما چند سالی که اینو در سالنامه آریای میترایی میذاریم که این خانم دو تا بچه تو بغلش داره، بچه های خردسال و کوچک، و این بچه ها رو با اون شعر آقای امیر هوشنگ عاملی ما همیشه میذاریم و در این سالنامه پر افتخار آریای میترایی. بعد یهو سال گذشته انقلاب مهسا را میفته، 50 و خورده نفر رو علناً 200 و خورده رو زیر میزی به عنوان دولت موقت لایک جایگزین معرفی میکنیم که خب همه دیدید کسانی که درش هستن این دولت موقت. و من میگم که من خودم هیچ مسئولیتی نمیخوام، هیچ پستی هم نمیخوام، دولت موقت اینه. بعد اسامی پر افتخاری اونجا گذاشته میشه که زحمت کشیدن. هر کی زحمت کشیده کارنامه کاریست، اون اینه این آنه آن اینه زحمت کشیده کارنامه کاریست. 30% خوب عمل کرده، 40%، 50%، 60%، 70%، 80% کارنامه است. من به مشکل تو کاری ندارم که تو کارت دعوت برات اومده نرفتی، یا تو خودت دنبال یه کسی بودی که ازش پولی چیزی بگیری نتونستی بگیری، رفتی عکس بگیری حولت دادن رفتی کنار، عکس با یارو نتونستی بگیری، حالا شدی دشمنش. اکثر دشمنی ها اینه، من میدونم ریشه هاشو. یا مثلا الان رفتی توی فازی افتادی، ما 50 دلار 100 دلار بگیری او کارو بکنی، یه کارو بکنی همونا هم بهت دیکته کنن چیکار بکنی چیکار نکنی. ما مجموعه ایران اهورایی رو از اون بالا با هواپیما سواریم، تماشا میکنیم، ایران رو میبینیم، رنگ های مختلف. و اون سالا که ما مرتب ماهی یک بار جشنهای آریایی رو برگزار میکردیم و در سالن‌های بزرگ و باشکوه و اینها، ما از همه هنرمندان دعوت میکردم که همه بیان. یه بار یک بعد وقتی من نمیدن سیاهش هستی یارو که تو دعوتش کردی که خواننده که اون اینجوریه که اینجوری در شأن تو نیست. گفتم اولا من شأنی ندارم، شأن من شأن ملت ایرانه، این درس مهمی است گوش کنید. گفتم شأن من شأن ملت، اما من به تو اینو بگم تو کی رو دوست داری؟ گفتم با فلانی. گفتم مرد حسابیه، تو اگه یه خواننده رو دوست داری از میان 1000 تا خواننده دلت میخواد همش اون رو من بیارم برای تو بخونه، افراد دیگه جامعه ایرانی داره که کسای دیگر رو دوست دارم که امکان داره من و تو دوست دارم. ما به مردم میاندیشیم و به فرهنگ میهن و به هنر میهن، نه به ذوق و سلیقه شخصی خودمون. این شعور رو ندارن خیلی ها، هنوزم که هنوز این شعور رو ندارن. ما به فرهنگ، فرهنگ فر و هنگ، هوش هنگ بهتون گفتم، فر و هنگ، فر ایزدی که میگیم، ایزد خداوند بزرگ یعنی هستی. برای ایران ما، ایران شمال داره، جنوب داره، شرق داره، غرب داره، قبیله داره، طایفه داره، همه رو داره، همه با هم موزاییکیست. از قدیم گفتم که این موزاییک رو ما میپرستیم و دوست داریم. بعد گفتم برای همین من کسایی رو امکان داری بیارم که تو خوشت نیاد، خودم نباشم، برای مردم خوششون نیاد. اینه که مردم کارنامه ایست. حالا مردم هم الان امروز همینن، تا یارو حسادت ها هست طرف حسودیش میشه که آقا چرا به این جایزه رو ندادن. آقا خب شما ها که الان تازه و بعضیتون وارد کار شدید، حالا شما نمیدونین سیاست رو با ساد مینویسن یا با سه دندونه، بعضی وقتا با سه نقطه مینویسید. سیاست رو نمیدونید چی، یعنی تا دیروز کارش رو میکرده، شرکتش رو داشته، کمپانیش رو داشته، فلان کرده، حالا بازنشست شده اومده تو سیاست. خب تو میخوای سیاست رو بهتر از کسی بدانی که 50 سال در سیاست غرق و 7700 سال سیاست رو میدونه، تحقیقات رو تو تازه اومده، بعضی هم مثل بچه ها، مثل جوان ها که الان امروز بهتون میگم. و همین رو سرکار خانم نرگس محمدی که دوتا بچهش در بغلش هست و در سالنامه آریایی با افتخار ازش پشتیبانی شده به دیگران، و کسانی زندان رفتن برای که از این دفاع کردن در خودمون بیرون. زن زندگی آزادی. خب ایشون یک جایزه نوبل رو که میگیره، فرزندان عزیزش شما ببین، زیباتر به یزدان سوگند،
علی و کیان زیباتر از یک فرانسوی صحبت میکنن فرانسوی رو، یعنی اکسان و کمپوزیسیون جملات و کلمات رو قدر این دوتا بچن بچه بینم شو گفت جوان نو جوان je suis une femme به جای میگن که من لذت میبرم et actuellement prix Nobel obligatoire qui équivaut à supprimer toutes les racines de la tyrannie religieuse et à briser les chaînes de l'oppression autoritaire. Le moment est venu. خبر رو بخواد pour la société civile internationale یا فوش میده همین la société civile en Iran la résistance est vivante et la lutte ne faiblit pas le peuple iranien avec persévérance viendra à bout de la répression اینو بعضی هاتون برای شاپ زرمر میزنید بعضی وقتا ادامه بدید اسنادتون منتشر میشه اسناد وابستگیتون اسناد وابستگیتون و میلیاردها دلار که در سال پولشویی با شما شده اینها میاد روی صحنه اون موقع برای همیشه حذف میشه اگر الان شما رو توی بازی وارد کردن مدتی است برای اینه که ایران احتیاج داره نیاز ایران هست اگر زر زیادی بعضی ها بزنن میرن اون جایی که دیگران رفتن چقدر اومدن رفتن این یادتون نره بعضی ها بعضی ها برید بشینید زندگیتون رو بکنید عشقتون رو بکنید کیفتون رو بکنید از پولایی که به دست آوردید این سالها زر نزنید که توقف بخواید ایجاد کنید در راه پیشروی جنبش انقلاب و هر چیز میشه خب حالا رژیم میخواد این جریان جایزه نوبل رو چه بکنه میاد آقا این صادق خان بوغی بهش میگن متجدد نمیدونم اسمش تجدد صادق خان رو میاد یه رقصی میکنه این رقص در سطح گسترده پخش میشه هر روز همیشه همه جا حتی دیگه الان در رستوران های ایران میزنن مردم هر شب میرقصن رقص تو روسری دیگه تموم شد تو ایران تموم شد هر کی مزاحمتون شد شما بزنید من گارانتی میکنم که شما بزنید طرف رو هر کسی اومد مزاحمتون شد کاریتون نمیکنن اعدامتون نمیکنن شما بزنید هر حرامزاده ای که اومد نیروهای شما مردم ایران قویست خب یه جنجال را میفته که آقا مادر رقصیده فوری میرن آقا رو میگیرن و بازداشت و صفحهاش میبندن و 12 امام هم که نه 12 امشاس بندان را تو دور خوشتی بایستدن با این دارن او 12 تا را میگیرن جار جنجال که آقا یالو رو گرفتن یالو که پترسوننش که اون خبر جایزه نوبل بره کنار بگن آقا یارو رفته رقصیده گرفتنش نگاه کنه به رقصیه که با مرد زنم نیست که اون خبره رو بخونن زرنگ باش ملت ایران زرنگ باش جوان ایرانی که تو یک اینستاگرامی داری و فیسبوکی داری و چه داری زرنگ باش برای همینی که رهبری عقیدتی فکری رهبری سیاسی همیشه باید اندیشه باشه شما باید تبعیت کنید از اونی که بهتون گفته میشه هر یک چیزی خوندی خودت امام زمان عقل کل و سوشیان تو اینا حساب نکن نمیفهمید و در این نفهمی همین نفهمی هم بود که نظام پادشاهی را از بین برد امروز بهتون میگم این بچه بازی بچه مدرسه یایی که شعور ندارن آلت دست میشن همه میگن آقاهایی رو گرفتن جریان اصلی خوابیده میشه که میتونه ضربه مهلکی به رژیم بزنه بعد ولی باز همین ملت و سپاه آریایی ارتش آریایی ارتش شاهنشاهی همین شما جوانان و نسل پرشکوه آریایی میاید یه تو دهنی محکم به بنی هاشم حاکم میزنید و همتون میشید صادق بوقی صادق جان عذر میخوام چون استاده یعنی این مرد از نظر فکری از نظر ذهنی از نظر اندیشه دانشمندیه بهش میگن بوغی چون ایشون میره تو مسابقه فوتبال شهر خودش بوغ میزنه برای هر دو تا تیم هم میزنه یکی تو نیست که بگی با اینه یا با اونه نه برای هر دو تا میره بوغ میزنه سالهاست 19 سال بوغ میزنه صدای خوبی هم داره فکر خوبی هم داره فکر نکنید یک دانشمندی صادقان
صادق یک دانشمنده. خب صادق رو میگیرن، صفحهاش رو میبندن، ولی مقاومت مردمی در سر تا سر جهان، تمامی مدرسه ها، تمامی قشر ها، طایفه ها، استان ها، شهرهای خود ایران نانوا گرفته، چوفر تاکسی گرفته، تو خیابونی ها اونو گیره، همه یه میان میشن صادق بگه. خارج از کشور میرن فیلم ها، آدم ها، رقص ها، برزیلی، فرانسوی، یا همه میشن صادق بگی. خوشبختانه این امام زمانی، پیغمبر زمان، رایانه همین شبکه های اجتماعی سرویس میکنه تازیان حاکم بر ایران رو در برابر آریاییان و سپاه و ارتش شاهنشاهی ایران و تسلیم میشن، صادق خان رو آزاد میکنن. ببین صادق خان آزاد. خدا من تعالی دلگیر هم سویم کردم این همون ندیدم. من فقط میتونم تشکر کنم از اونایی که یاد منو میکنن، یه افتخاری برای من. میتونم بگم که ایرانیم ایرانیم، گیلانیم گیلانیم. بنده صادق متجدد هستم، بچه بنده رنزلی. آب و خاک من اونجاست، دریاست، ماهیه. من با عشق تمام، چون تو رودخانه سیبی رود ماهی فراوانه، مخصوص سیاکولی کسولی صحبت کنم و عکس بگیرم. متشکرم، خدا نگهدارم. این افتخار بزرگی است. میبینید که مردم، شما الان که در میدان هستید، در صحنه هستید، پیروزید. بعد اون پیر پاتالا که میگن بهشون آقا اینا مرغا، تو مرغا یه چیزایی ریخته بودن اینا میخورن، خودشون خود رژیم میاد میگه که آره تو مرغا علارق میگه تریاکی نازدن فلان چیز نمیدونم فلان چیز، یه غیرت تو نمیدونم هر چی رو از مردا گرفته مرد. نه بابا گوش نکنید، اینها مسئله روانیه، میخوان از روانی چون تنبلی رو همه دوست دارن تنبلتون کنن. از نظر روانی من از خردسالی که بودم خودم به همه گفتم، میگم تجربه کردم، آقا هر چی، حتی دکتر گفته آقا تو سرطان داری فردا میمیری، یارو 10 سال زندگی کرده، یارو 5 سال زندگی کرده، این به تو بستگی داره. تو فره ایزدی در تو هست، روان پاک اهورایی در تو هست، تو این روان رو اگر فعال بکنی بر هر چیزی میتونی غلبه کنی. درد و رنج و اندوه و دپرسیون و فلان این عمل ول کن، تو میتونی پیروز بشی. پس نیندیشید به اینکه میگن آقا به اینا دادن خوردن ملت بی غیرت شده. اون بنی هاشمه که بی غیرت شده، تازه تو بنی هاشم هم خیلی الان شما افراد بنی هاشمی دارید که با شما مبارزه میکنن، در میدان با شما هستن. از اینها استقبال کنید و کارشون رو دنبال کنید، پیروزی با شماست. مردم سرشور آریایی خواستن توانستنه. تو هر کی هستی میتونی از جات بلند شی، اوج بگیری به قله ها. من در برنامه فرانسوی زبان خودم پریشب میگفتم که آلکسیس کارل کتابش انسان موجودی ناشناخته، من خردسال بودم که در کتابخانه پدرم پیدا شد خوندمش. آقا فرانسوی است، پزشک فرانسوی است، میگه اگه آدم فلج قهرمان دو نشه تقصیر خودشه. و الان شما میدینید که آدم های فلج با چرخ قهرمان دو میشه، با پای مصنوعی قهرمان دو میشه. امکان پذیره. تسلیم نشید که به خوردتون کافور دادن و فلان دادن غیرتتون رفته. غیرت ها بلند شید، از هیچ چیم نترسید. جهانم با مرگ تو حتی تموم بشو نیست. حالا نکته بسیار مهمی که امروز میخوام در این برنامه با آگاهی شما مهربان یارانم برسونم، بستگی داره به همین گفته های اخیر آقای پرویز ثابتی که یه جنجالی رو انداخت. یعنی اینو به شما میگم بچه ها خوب گوش کنید. بچه ها، این نقشه جغرافی هاست، عکسی ایران، تحمورس عزیزم یادش بخیر، تحمورس عزیز. بچه ها این رو دقت کنید، هر کس اومد پرویز ثابتی رو به هر نوعی که هست زد، هر کس اومد ثابت رو زد به هر نوعی که هست. انتقاد همه جا هست، انتقاد کجا نیست؟ انتقاد ما به خداش کردیم، باش رقصیدیم و گفتیم زازار گریه میکنه، باش سفر رفتیم، خیلی چیزا رو گفته مال من نیست، وقتی به خدا به اللهتون انتقاد کردیم و میکنیم دیگه. ولی کارنامه است، کارنامه پرویز ثابتی، کارنامه ساواک امنیت کشور بود که تونست خوب بمونه، تونست سرفراز بمونه. ما دیدیم، شما ندیدید، ما دیدیم.
حالا انسان از توهیدستی اگر به توان دستی میرسید زمان پادشاه بود. شما میتونستی ارزه داشتی؟ میتونستی. من یک بار دیگه بگم، من از محله نوغان تا پل محله مشهد فاز خوبی از نداشتیم، بچه که بودیم که متوسط زندگی میکردیم. ولی من 17 ساله 18 ساله که میشم، 19 ساله 20 ساله، ببینید چی داشتم وقتی من گذاشتم و از ایران فرار کردم. من اول کوچه چهارراه خسروی، اول کوچه شوکت و دوله هتلی داشتم که از آقای کرمیان خریده بودم. هتل اونقدرش مهمانخانه بود. حالا گذاشتم فرار کرد رفت. کارخانه نان سفید پزی رضوی رو در اشرت‌آباد داشتیم، یه زیرزمین بزرگ گرفته بودیم، اونو با یکی از رفقام شریک بودم. نان ساندویچی شهر مشهد رو ما تامین میکردیم. اینا هنوز پیش از اوایل سال 55-56 بود. من مدیر وینروال بودم، خیابان جهانبانی، الان شده چاپخونه، اینم دادم چی. مدیر برگ سبز بودم، خیابان جم. من اول کوچه تلفنخانه دفتر شقایق رو داشتم که بعد شد دفتر روزنامه تشکیلاتم ارشاد. من در چهار طبقه که بعدا خراب شد، طبقاتش بیشتر شد، بالا رو از آقای شاملو اینا اجاره کرده بودیم، نمایشگاه دائمی بود یک طبقه کامل، و پایینش اول اون کوچه با آقای بشارتی مرغ پردک رو و انتشارات ارشاد رو باز کرده بودم و داشتم. در نزدیکی خونمون سوپر شقایق رو داشتم، سوپر شقایق. 17 تا 20 سالگی من این امپراتوری اقتصادی رو تو مشهد داشتم، توانسته بودم میدان باز بود فعالیت اقتصادی بکنی بری بالا، نه دزدی نه کلاهبرداری نه مال مردم خوری، میدان باز بود. همون چون که محمد رضا شاه در یکی از سخنرانی‌هاش میگه که اینجا هر کی بتونه رشد کنه پیشرفت کنه بایستی براش کف زد اگه بتونه پول در بیاره. خب چنین امکاناتی در زمان محمد رضا شاه وقتی بود که یک بچه 15-16 سالی میره تا 20 سالگی امپراتوری اقتصادی داره تو شهر مشهد، این امنیت اون مملکته، امنیت پرویز ثابتی نقش مهمی داری زمین داشت. حالا من یه چیز کوچولو بهتون نشون بدم، شما ببینید که با این سیستم و اقتدار شاهنشاهی اون موقع توسط این استعمار که نقشه کشیده بود داخل ایران رو بیاره که پول خرج میکرد، چه میکرد چجوری ترتیب ما رو دادن با 4 تا بچه مدرسه ای، 4 تا بچه که چند تا از اینا رو نمیشناختم، آقا بچه بعدم برای که ترتیب بدن، یادتون نره من این بارها گفتم دیگر بار میگم تاکید میکنم، اون موقع اگه میمادن ماشین پیکان میدادن به علی شریعتی برای کافی دکونان میخریدن، میکرد حسینیه ارشاد میساختن با چند میلیون دلار، اینا که کسی نمیفهمید، حتی پرویز ثابتی نمیفهمه کجای پولا میاد. این پولا همه رو پولای استعماری بود که از خارج میومد استعمار میداد، ولی از حساب بانکی که نمیبادن بدن. مثلا آقای محمد ارباب ماشینالات از انگلیس وارد میکنه به ایران، یک تاجر پولداریه، اونا میگن آقا از این پولای ماشینالات این محمولی که برای فرستادیم 4 میلیون دلار قیمت شده، تو 3 میلیون بده، 1 میلیون دیگه شو برو خرج حسین ارشاد کن بساز. بعد اصلا لایی که توش زده بود که همه گفتن این مال عربستان سعودیه، میگه بیا حج زیارت، میره حج میگه چمدون پول بگیر ببر. این آقای دکتر رسمارا تا این مصاحبه با خود من گفتن، گفت ما رفتیم با آقای بختیار عربستان سعودی، وقتی خواستیم بیان به هر کدوم ما یه چمدون دلار دادن، یک سامسونه دلار دادن، از 250,000 دلار بگیر نسبت به تا 1 میلیون. اون اینجور پولا اینا خرج کردن. بعد پولا رو میگن آقا یارو مهندس ترومن، اون یکی دیگه حاج آقای دستمالچی، اینا پول هواپیمای خمینی دادن. اینا عجیب شد که نمیدادن این پولا رو، همه رو پولای بود که استعمال میرخ توی حساب حاجیای بازاری، یارو وکیله یارو فلانه، که این میداد که میگن مردم دادن، آقا مردم دادن. یارو یک چای، من خیلی از اینا رو بعد پاریس دیدم باهاشون، همون آقا یه چای یه قهوه به زور میداد آدما بخورن. چطوری میاد
پولای هنگفت دادن برای پیروزی انقلاب خونین و سیاه خمینی، و اینا پولایی که بود بهشون میدادن، اینا باید بدونید. حالا از همین پولا خرج میکردن که بچه بچه چرگوز مرگوزار تو داخل تو خارج، بچه هم تا جوونه چه گوارا میبینه، فیدل کاسترو میبینه، دلت خواهد میشه فیدل کاسترو، بچه تنبونشه نمیتونه بکشه بالا، بچه مدرسه ای همه اینا مدرسه شون رو تموم نکردن، بچه مدرسه ای ما تو مشهد که میگفتیم، یعنی شون اینا میخواستن اقتدار شاهنشاهی رو به هم بزنن، با یک هفتیر میخواد بره سیاهگل، با یک پاسکاری میخواد بره حمله کنه، یک پاسکار رو که ارتش شاهنشاهی که پنجمین قدرت جهانی است میخواد تو سرنگون کنه، که میره ظفار رو نجات میده ارتش شاهنشاهی، ارتش شاهنشاهی ایرانی که مورد مشورت همه قرار میگیره، که سال 1352 که بعد از سالاست که شما همین مارکسیست اسلامی و چریک امریکا ساخته شده، سال 52 ارتش صدام حسین حسن البک عراق با ایران حمله میکنه، یه چشم هم زدن 3 ساعته دخلشو میارن، وقت تو بچه های بچه ها میخوان برن قهرمان فلان بشن، سیاهکل آزاد کنن، افراخته بشن، واقفی بشن، اون بشن، این بشن، خب اما مسخره بود دیگه، حق داره ثابتی. بعد حالا همینا پیر شدن، پاتال شدن، بچه هاشون، ننه هاشون، اما هاشون پشته شدن، تازه کم، خیلی کم، اون گل سرخی رو که کشتن اصلا زمین رو مساعد کرده بودن که این بیاد یه حرفایی بزنه، همون گل سرخی که بگن آقا اسلام ببین یارو چلی که چپ هم هست، اسلام رو امام، خب اون یارو پسره که با اون سیویلش که حسین نمیشناختی و همه حسین شنیده بود، نمیدونست که حسین به ایران حمله کرده، در تهاجمات بوده، پدرش چه کرده، بابا بزرگش چه کرده، نیاکان اونان، چون سید غلام رضا گل سرخیست، سید هست، غلام رضا هم هست، از بچه خسرو گل سرخی، این اسم مستعار بود، اسم رو ساختن، یا مثلا علی شریعتی، خرسندم که نخستین کسی بودم که شریعتی رو با که خوب پیشناختمش افشا کردم برای شما، فریب بزرگ رو براتون نوشتم، خرسندم به این، ولی اینا رو انتخاب میکنن، شریعتی تو پاریس داره سیگارشو میکشه و شرابشو میخوره و حالشو میکنه، شبا تا صبح بیداره، جوک میگه، خنده میکنه، صبح زور میخوابه و بعد حالا یه درسی میخونه نمیخونه، رفته حاجی شناسی خونده، حاجیولوژی تزیه که نوشته، تازه هم تز نیست، مموار، حاجیولوژی یعنی روحانیت، یعنی شیخ و ملا، بعد کتابی هم که به عنوان تز داده اسم 37 شیخ و ملا و آخوند رو که در بلخ زندگی میکردن، اسما رو به جون شما، فکر نکنم شوخی میکنم، علی شریعتی تز دکتراش یه که اسم 37 نفر رو، حالا یا 57 نفر، اینا از مثلا میرزا عبدالکریم خجسته آبادی شابدالعظیمی، این اسم یارو رو به لاتین نوشته، فقط گفته که اینا علما و فقهای مثلا بلخ بودن، این شده تز دکترا یارو. بعد زنش که پوران خانم فوت کرد، روانش شد، زن خوبی داشت، خانواده زنیش آدم خوب بودن، خانواده باباش هم آدم خوب بود، خب خودش اینجور در اومد، حالا بعد تازه خودشم در نمیاد ساختن، حالا بهتون میگم، خانمش در مورد سعدی می نویسه تخبیان، یعنی بسیار خوب میگیره، نمره که میگیره برای لیسانسش، ولی علی شریعتی پسبر، یعنی میشه قبول کرد. بعد به جون شما به یزدان سوگند، مردم تا الان هست دارن به شما میدن، به یزدان سوگند علی شریعتی نه جامعه شناسی دکترا گرفته بود، نه اسلام شناسی دکترا گرفته بود، نه فلان، همه اون مدارکی که با خط خودش نوشته شده تو بیوگرافیش که میگه تحصیلات کردم، همه دروغه، همه دروغه. علی شریعتی اینجا میاد یک فوق دیپلم، فوق لیسانس، به لیسانسش هم تازه میرسه میگیره، اون چیه؟ اون هاجیولوژی، یک پستی بود اون موقع که الان نیست، یه جای تحقیقاتی بود که این استعمار، خودش هم در این مورد صحبت میکنه، ولی خودش که میگه این استعمار میخواست علمای مناطق رو بفهمه، موضع جغرافیایی مناطق رو بفهمه، فلان بفهمه، مقاومت در این میره، خودش اسامی علمای بلخ رو ترجمه میکنه، ترجمه هم نیست که بگیم تکست ترجمه کرده، اسما رو به لاتین فقط،
خب اینه این میاد استعمار پیدا میکنه، میبینه حجر آدم خوش سخنیه، چون شاعر بود، از شغل اصلیش شاعر بود علی شریعتی. این رو بدونه خودش بدونه نفهمه بفهمه یا نه به پول جون آقا بیا برو تو تهران، بعدم حسین ارشاد رو از قبل ساختن خودشون، این برو تو حسین ارشاد صحبت سخنرانی کن، یک اسلام انقلابی در بیار، اما اسلامی که گل سرخیه، او گل سرخی رو میارن آقا تو قهرمانی تو به جون تو ای حسین هم بچسمون، چه میدونه حسین که فقط میدونه حسین جدشه، مثل این که گلستان که مرد چند وقت پیش، ابراهیم گلستان فیلمش هست برید ببینید، یارو چپ بود و زندان بود و فلان بود و میگفتن با توقیف و موقعی رو چپ، ازش مصاحبه میکنن که آقا تو چرا آمدی عکس خمینی رو دانشگاه فیلم ساختی که زدی پشت تو که چپ بودی، میگه بابا این جد منه دیگه، آقا منه، آقا بزرگ منه، جد منه، اینا جدشونه، اینا تو هر کار بکنی یارو جدشه، از جدش آقاش گل سرخی و جدش آقاش باید آقا بیاره پیدا که مارکسیست فکر کنه ولی باید او بیاد ببره بالا، جدشه، همین جدبازی هم بود که شاه رو نابود کردن توبه نامه بهش میدن بخونه، همین جدبازی بود، خواستن جدشون رو نشون بدن نجات بدن، دین اثناعشری رو نجات بدن، اثناعشری به من چه، دین تازی، مذهب تازی به من چه، چرا بیام امشانسپندان خودمان 12 تا رو 14 تا رو بکنم ائمه شیعه و فلان اینا. خب حالا این بچه ها اینجوری گول میخورن، اینا میخوان بیان ایران رو آزاد کنن زمان محمد رضا شاه، چریک میشن، چه میشن، مارکسیست اسلام میشن، این بچه هم. خب این بچه ها شما نگاه در یک دقیقه، در یک دقیقه میکیم این بچه ها میخوان با گرفتن یه پاسگاه ژاندارمری، با گرفتن یک کلانتری، با حمله به بانک ها، دو رفته دزدی کرده، پول دزدیده، روبند و بو هم که نبوده، پول هم که دزدیده نرفته چهار تا گدر تو خیابون جمع بکنه دیگه، نرفته به چهار تا خانم یتیم داره و بیوه هست و اینا کمک مالی بکنه که پولا رو برای خودشون برداشتن باز رفتن هفتیر بخرن. آقا تو با هفتیر میتونی با ارتش شاهنشاهی که فانتوم داره چه داره که در جهان ازش میترسیدن، جهان میخواست جنگ بیافرین علیه شاه میترسید، حسن البرق رو صدام حسین رو 3 ساعته خونسا کردن سال 52 و تهاجمات بسیار دیگه، وقت شما دوتا بچه مرسی جوالق میخواستین شاه رو سرنگون کنید، خب معلومه دکونتون رو میبنده پرویز ثابتی، خب معلومه پرویز ثابتی قهرمان ملیست، حالا تو بمیر، حالا تو بمیر، خیلی از اینا در جوانی نوجوانی گول میخوردن، چه گوارا فیدل کاسترو، آقا کاسترو رو، کاسترو، من با پسرش اینجا بارها نشستیم، با سفیرشون اینجا رفیق بودم، سفیرشون اومده بود زمان انقلاب توی ایران، من یادمه که همون موقع آقای طالقانی صحبت کرد و حتی صحبت کرد که آقا پس ما هم با شما یکی هستیم، این حرفایی که شما میزنید، چون اون یک آقای طالقانی اسلام مارکسیست رو مطرح کرد و صحبت میکرد و اینا خوششون اومد. خب آقا فیدل کاسترو با همه قدرت و عظمتش اگه اونیون سوویتیک اتحاد جماهیر شوروی پشتش نبود که اون خوکموکا حمله کردن یه شبه دخلش می آوردن، اینا همه نوکر روسای اون موقع بودن، اتحاد جماهیر شوروی بعد برام گفتن ما میخوایم، من یادمه من یه بچهای رهبرای چریکای فدای خلق مجید و مسعود احمدزاده رو میشناختم، من بچه بودم اینا از من یکم بزرگتر بودن، تو مشهد باباشون طاهر احمدزاده استاندار خراسان شد، آدم خوب بود باباشون طاهر رضا احمدزاده روانش شاد، خانم مستوره احمدزاده فکر کنم هنوز زنده هستن، ایشون دکتره اصلا، نه کشید کنار دکتر مستوره احمدزاده درود دارمش، ولی طفلیای بچه‌ها 25 سالشه که کشته میشن، میخوام 25 سال بچه الان اسماعیل خویی به 50 سالی که رسید فهمید اشتباه کرده، همه این بقیه که من اسم نمیخوام بیارم به 50 سالی رسیدن، 45 سالی رسیدن، 60 سالی رسیدن فهمیدن اشتباه کردن که اومدن او کاری کردن، او کاری کردن، او شعر سرودن، بچه که جوانه، خب همه اینا گول خورده بودن که این بچه هایه همشون بچه مدرسه ای بودن، مدرسه رو تموم نکرده بودن، برای من میخواستن ایران رو آزاد کنن، آمریکا رو از ایران بیرون کنن، با چون اتحاد جماهیر شوروی روسیه از طریق لیبی و سوریه و عراق و همین فلسطینی ها نقش مهمی داشتن، فلسطینی ها اینا رو شکار میکردن، اینا خودشون هم عشق عراقی میرفتن اونجا چه میکردن، اینا جلال الدین فارسی اونجا یه روز جون و جلال الدین فارسی نذاشتن که رئیس جمهور بشی، که تا الان هم که رفتی اونجا بیا جون ما راستشو بگو بشین، اصلی دار فلسطینی ها بودی جلال الدین فارسی،
خواستن رئیس جمهورش بکنن، اولین رئیس جمهور. من با شیخ علی تهرانی رفتیم مرکز ثبت احوال، اون رو از خود اینا به ما خبر دادن که خبر نداشتیم، ثبت احوال مشهد. علی تهرانی اون موقع نماینده حکومت، اون شب قدم قوی بود توی مشهد، نگاه کردیم دیدیم سید جلال الدین فارسی، هم سید هم جلال هم دین هم فلان، متولد هراته. یه ها گفتیم با قانون اساسی نمیخونه. اون دفت کتاب علی تهرانی گذاشت زیر بغلش که بیاد بریم تهران، یا اون مال اداره ثبت احوال مشهد گفت آقا سند ملی کجا بره؟ من گفتم آقا نداری، از طرف رهبرتون اومده، ماموریت داره، نماینده شه، باید بره بهش نشون بده. گذاشت زیر بغلش علی تهرانی، ما سوار هواپیما شدیم اومدیم تهران. خمینی این گجسته که پلید دفترت عجب کارایی به خدا ببین. دید جلال الدین فارسی نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری اسلامی ایران که همه آخوند پاخونده بودن، این متولد عراق، چی افغانستان، هرات. فوری متوقف که بکشید کرد. خب تو که جلال الدین فارسی نذاشتن رئیس جمهور بشی، الان که اونجا افتادی چند روز دیگه میخوای بمیری، نمیدونم تا حالا مرده نه، زنده است. زنده جون ما، بیا راستش بگو که نقشی که فلسطینی ها داشتن در تربیت تروریست را به ایران فرستادن، یعنی آخر عمری دیگه خامنه‌ای پا می‌نیم که تموم شدن، مجتبی بیا ترتیب همه شما رو میده. یعنی مجتبی که بیاد میخواد جوان کنه ایران رو، آدمای خودش بیاره. مجتبی میدونید بیش از 10,000 نفر رو توی 20 سال به عنوان معلم و مدرس حوزه علمیه آموزش داده، تربیت کرده، آدم داره که اینا شاگرداش بودن، اینا قراردادشون هم الان همه بستن. من بهتون بارها گفتم با دنیا قرارشون رو بستن. اینا بیان ترتیب همه شما داده است. از قاسم سلیمانی قدرتمندتر شما نیستید، از اون قهرمانان سردارایی که رفتن جنگ ایران عراق جنگیدن و فلان، از این لاریجانی های چپاقی نوکر انگلیس، اینا همه رو دیدین انداخت یکی کنار. حالا مجلس خبرگان ایران، الان میگم در ذهنتون داشته باشید، دهم اسفند که انتخاب بشه، در بهار امسال، در بهار امسال رژیم میخواد قائم مقام رهبری رو انتخاب کنه. قائم مقام رهبری رو تا به اصطلاح عروسکی علی خامنه‌ای خودش هست، اینا انتخاب میکنن که دیگه یهو پرونده علی خامنه‌ای که میخوان ببندن و خاطرش جمع باشه از رهبری فردای ایران. اینجا که قائم مقام انتخاب میکنن، امکان داره مثل زمان منتظری کردن مخفی باشه که به شما نیان بگن، ولی من مطمئنم که یک نفر از تو مجلس خبرگان میاد افشا میکنه. خواهید دید شما هم که بی بخار، میلیاردها دلار خرج شد انقلاب مهسا از یک سال پیش، ولی چون اینا هی اومدن رو اونا شما نتونستین، دیر داره میشه، ولی آخوندها از ایران محو و نابود میشن با قدرت سلحشوری زنان ایرانی. زن ایرانی اینه. اجازه نمیدن. حالا چند سباهی بگذرد عشق نبوت را کنی، چند سباهی بگذرد رقص کبوتر را کنی، آخرش این دخت رعنا آریایی مهر افزون خواهد آمد، خواهد آمد، خواهد آمد. ایران من یک بار دیگه میشم و ایران اهورایی و در جهان با عنوان ایران نامسلمان، ایران مسلمان سابق، ولی ایران اوستایی، ایران نوین زرتشتی، ایران روشنایی، نور، آرامش، آسایش، پویش، یعنی همین صلح، صفا و عشق و مهر، اون ایران میاد همه رو نو میکنه،
من به این باور دارم. من به دختران ایران، به جوانان سلحشور آریایی باور دارم، هرچند به پیر پاتال ها، همه خود فروختگان داخل و خارج، بدبخت ها، همه آبروتون تا چند وقت دیگه میره. چند وقت دیگه خواهید دید که از سال آینده تمام این مهره ها یکی یکی سوخته میشه، دکونا بسته میشه، تریاک ها دیگه نمیرسه. یک عمر مردم رو تریاک خودشون میکشیدن، با تریاک سر مردم رو گرم کردن، با مواد مخدر سخن، سخن مواد مخدرشون بود که به مردم دادن، هی سر مردم رو گرم کردن و جلوی شورش رو گرفتن. همین مهسا رو یادتون رفته؟ با استاد سیروس شرفشایی همون روز اول که ما مصاحبه کردیم، یه دی اومد شرفشایی به من گفت، یه دی اومدن میگن این مهسا نیست، اون این نیست، این گفت این دروغ، اینا خط رژیمه، اینا خط رژیمه. یارو اومد بود که آخو مهسا نیست، اونو نگین، اینو نگین، اینو نگین، اینو سه این اومد زد همینجور که صادق بوقیا همونجور که الان همه جا شادی شعارت، جز به شادی نکوشیم، همه جا موسیقی، همه جا رنگ نو، همه جا فروهر، همه جا آریایی. ما آریایی هستیم، ما رو چه به زینب فاطمه سکینه رقیه پدر اجداد علی خامنه ای، اجداد خاتمی، همون همیم سلسل موسیقی، همشون به ما چه ربطی داره؟ مردم برن شبه جزیره عربی خودشون رو آباد کنن، فعلا که آبادتر از ایران شده اونا، اونا جاها که فعلا دبی و اینا که از ایران که آبادتر شدن، اومدن روز به روز هم دارن مال بدبخت میکنن. مطمئن هستم که سلحشوری برمیخیزد، گردن همه اینهایی که دارن ستم میکنن به ایران رو میزنه. این در ارتش شاهنشاهی ماست، ارتش شاهنشاهی ما بود که ایران رو تا الان نگه داشت، در جنگ علیه صدام حسین پیروز شد. ایران ارتش شاهنشاهی، ارتش آریایی ما بود که صدام حسین رو بدار زد، ولی اینا الان صدام رو بردن توی ایران داره حکومت میکنه. همونایی که بچه های ما رو زدن کشتن، قتل عام کردن، خلبان های ما رو، سرباز های ما رو، بچه های بسیج ما رو، بسیج و پاسداره ما رو 6000 تا 6000 تا بردن فرانجا به مسلخ تو جنگ عراق کشتن، همونا، همون بعثی ها، همون عراقی ها الان تو ایران دارن حکومت میکنه. صدام حسین الان خیلی خوشحاله، صدام حسین میگه منو کشتین، اما الان من تو ایران دارم، ایران رو فاحشه خونی کردم، دوز خونی کردم برای یک لاخ موز روسری و موی سر، یک لاخ مو و یک دانه روسری میکشم اینا رو فلان. این آدم های صدام حسین هن، اینا همه، همه چغول مغولا، لچک به سر ها، کلاق سیاه ها، ریش موشی پشمی ها، همه اینا که ضد دخت آریایی، جوان آریایی میان تو کوچه و خیابون، اینا همه نوکرش صدام حسین هن. صدام عشق میکنه با این کار، بزنید اینا رو، بزنیدشون. میدونی وقتی یاد 196 هزار تا شهید جنگ تحمیلی میفتی، وقتی تصویر شهدای قواس کربلای 4 با دستای بسته از جلوی چشمات رد میشه، درود دارم برادر مهندس امیر شجره، تا برنامه دیگر بدرود. در شماره 66 خیابون شانزلیزه در پاریس پاساجی هست که یک ایرانی، ایرانی بهترین توصیفی است که از که ایرانی بکنیم که بگیم واقعا ایرانیه، امروز اونجا کم پیدا میشه، محلی برای ایرانیان درست کرده به اسم شهر فرنگ، در حالی که به اعتقاد من بهش هیچ وقت نگفتم، روزی که رفتم گفتم اینجا شهر فرنگ نیست، اینجا تهرانه، اینجا ایرانه، اینجا هر طرف نگاه میکنی وطن میبینی. حالا اون روز نگفتم، امروز روی ار میگم، اونجا واقعا تهرانی در قلب پاریس درست کرده ایشون، آقای سیاوش عرستان خیلی خوش آمدی. درود بر شما مهربانیار آقای رضا فاضلی، خوشحالم که در کنار شما هستم. ایار است که از یادگار دوران تختی است که به سینما آمد، برای همینی که راه نوینی را گشود در تاریخ سینمای ما، راه ایاران و جوان مردان، این دوباره برای سیزنده شده داری خدید. بزرگ تو برم خیلی خیلی متشکرم، من کنم در تنهنه تمام عمرت و فعالیت و سربت و همه تو کار سینما و تاعت گذاشتیم، میدونم که چقدر دلت میسوزه واقعا در این ماجرایی که اتفاق افتاده، ولی خب چاره چیه دیگه، همه یکی پس از دیگری آمدن و رفتن و بعد پژوهشگر نویسنده. خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم. به هر حال
ایشون از جمله نویسندگانی هستند که آثار متعددی در فرانسه که محل اقامت و سکونتشون هست منتشر کردن، که البته از مرز فرانسه این کتاب ها به همه نقاط جهان رسیده و شهرت دکتر حسن عباسی امروز نه تنها در ایران بلکه در محدوده جغرافیای فرانسه هم حتی نمی گنجه، یعنی حالت جهانی پیدا کرده. جناب دکتر به خاطر چهارمین چاپ کتاب آیین اوستای خودشون که به سه زبان زن آزاد منم دیو توی فتنه توی مرد آزاد منم این دیگر افسانه نیست ده ها که زمان توی این دیگر افسانه نیست کابه ی آهنگر منم نگو سلام بگو درو نگو شعر بگو سرو نگو شد بگو